با صمیمانه ترین درودها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز خبرها و نظرها رو از تلویزیون جهانی پارس از این لحظه آغاز میکنم و با احتساب پیامهای بازرگانی جمعاً 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود با مهمان گرامی برنامه امروز آقای انجلو طالبی که پس از مقدمه کوتاه میریم به دیدار ایشون و مینشینیم پای صحبت‌های ایشون در باره وضعیتی که کشورمون باش روبرو هست و سایر مسائلی که انجلو طالبی با مطالعه‌ای که داره در تاریخ ایران، در ادب ایران و بعضی وقتا صحبت‌هایی که می‌کنه واقعا من حیرت می‌کنم که تا چه حد با علاقه‌ای که به این سرزمین مادری دارد اینشون تا چه حد میره مطالعه میکنه و در این زمینه ها صاحب نظر و به اصطلاح اطلاعاتشون بروز هست. اما خبرهایی رو که خیلی سریع ازش عبور خواهیم کرد، مسئله گزارشی بود که راجع به تورم آمد که امروز باعث شد که بازارهای سهام سقوط خیلی بدی داشته باشه. به طور کلی وضع بازارها بسیار بسیار نامعلوم و آشفته و بالا و پایینه. خبرهایی که میرسه راجع به به اصطلاح احیای برجامی که بی سرانجام داره میشه و بی سرانجام هم بوده از اولش، و اینکه هم آقای بلینکن وزیر خارجه امریکا و هم مقامات کشورهای اروپایی گفتن که مثل اینکه ایران نمیخواد به سر عقل بیاد و بگذاره که این احیا انجام بشه. مسئله حمله آقای پوتین به اوکراین و اون رویایی رو که در نظر داره که دوباره اون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا شوروی یا روسیه زمان تزارها رو دوباره زنده بکنه، در یکی دو روز گذشته عقب نشینی های قابل توجهی که روس‌ها داشتن و تعدادی از روس‌ها که اسیر شدن و در اوکراین ازشون تحت نظارت و به اصطلاح زندانی هستن، تعدادشون به قدری زیاده که جا ندارن برای نگهداری اینها و ویدیوها و عکس‌هایی رو که می‌بینیم از تانک‌ها و وسایل جنگی روس‌ها که با خاکستر و به زغال تبدیل شده و اظهاراتی رو که اخیراً رئیس جمهور اوکراین آقای ولادیمیر زلنسکی کرده، فوق‌العاده جالب توجه. من اشاره کوتاهی می‌کنم به صحبت‌های او که او می‌گوید که بدون گاز یا بدون وسایل دیگر ما میتونیم زندگی بکنیم، زندگی میکنیم، ولی بدون تو، بدون چراغ و بدون سایر امکانات رفاهی میتونیم زندگی بکنیم، ولی میخوایم بدون تو باشه، تو رو نمیخوایم، بدون آب، بدون غذا، بدون خلاصه تمام اینا رو اشاره میکنه یکی یکی و میگه که هر کاری که بخوای بکنی ما نمیخوایم که تو مطرح باشی. از سرما، گرسنگی، تاریکی، تشنگی نمیترسیم. اینا واسه ما کشنده نیست. دوستی با تو برای ما کشنده است. و خلاصه ادامه میده اینا رو به همین صورت
و گفته میشه که موفقیت‌های زیادی رو اوکراین به دست آورده و واقعا این تلاش و این مبارزه‌ای که مردم اوکراین دارن میکنن شاید در طول تاریخ بی‌نظیر باشه و ای کاش ما میتونستیم در مملکتمون هم از یک چنین شرایطی برخوردار باشیم که البته سرکوب و زندان و شکنجه و بگیر و ببندهایی رو که جمهوری اسلامی طی 42 سال گذشته بر مملکت ما حاکم کرده اجازه نمیده که حتی یک گروه چند نفری 10 نفری دور هم جمع بشن. ترس رژیم از زنان باعث میشه که تا اون جایی که میتونه محدود بکنه زنان رو، ولی موفق نشده و زنان مبارز و دلاور ما کماکان دارن می جنگن با این رژیم و واقعا عرصه رو به جمهوری اسلامی تنگ کردن. اقداماتی که جمهوری اسلامی داره میکنه و هر روز یک ترفند جدیدی رو ازش میبینیم، مسئله سیانت اینترنت و یا به طور کلی محدود کردن دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت، اینها همه مسائلی است که مطرحه. مسئله احضار 40 نفر دیگه از کسانی که با انکار نتیجه انتخابات اخیر امریکا و یا در این موضوع دست داشتن و یا در حمله به کنگره توسط وزارت دادگستری که مدت‌ها سکوت کرده بود و هیچ اقدامی رو علی‌رغم درخواست جمع کثیری از مردم امریکا که یک اقدامی بکنه وزیر دادگستری، این بار با شدت و قوت زیاد آمده به میدون و داره این کار میکنه و مسئله در این مورد فوق‌العاده داره به جاهای باریک کشیده میشه و مسئله به خطر افتادن دموکراسی، این نعمتی که کشورهای مثل امریکا ازش برخوردارن و بسیاری از تحلیلگران معتقدن که دموکراسی در امریکا داره در واقع با خطر مواجهه و باید بزرگان و اندیشمندان امریکایی هرچه زودتر فکری به خاطرش بکنن. من دیگه میگم گفتنی زیاده و نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم. اگر آقای طالبی با ما هستند برویم به دیدار ایشون و بنشینیم پای صحبتهاشون. با سلام به آقای طالبی عزیز که ممنونم دعوت من رو پذیرفتن. 2 کلیپ فرستاده بودن راجع به تاریخ ایران، تاریخ 100 تا 200 ساله گذشته ایران که اینها روی یوتیوب منعکس شده و چون کپی رایت داره ما واقعا نمیتونیم این کلیپ رو نشون بدیم، ولی فوق العاده جالبه. اگر دوستان خواستند لینک اون کلیپ ها رو میشه درخواست بکنن یا از خود من یا روی خود یوتیوب و ببینن اینها رو. و آقای طالبی قرار شده که فهرستوار اون اقداماتی رو که از زمان تزارها و شاید قبل از اون تا امروز مردم ما رو اسیر چنگ این همسایه بسیار بسیار ناجور کرده ادامه داره. آقای طالبی سلام مجدد و سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه و منتظر هستم که اگر لیستی از این تجاوزها، از این کندن قسمت‌هایی از خاک ایران توسط روسیه و اتحاد جماهیر شوروی و تزارها، اگر این لیست رو در اختیار داشتید این رو مطرح بفرمایید تا بپردازیم به بقیه مسائل. با سلام و درود به بینندگان عزیز
تلویزیون پارس، برنامه جناب حجازی، سلام خود آقای حجازی و همچنین امیر شورتی که مدیر فنی برنامه هستن. خوشحالم که برنامه الان به روز خیلی صدای ما میشنمیم. صدای ما یاد کجا رو میاد صدای از روز بسیار عجیبی هست که ما امروز این برنامه رو داریم، چون ما داری برنامه رو آکی الان بهتر شد، الان فکر کنم بهتر شد. بله. امروز همینجوری که شما فرمودین بازار سهام آمریکا 1000 واحد اومده پایین و نسته بیشتر 4% اومد پایین و این به خاطر تورمیه که شما اول برنامه داشتین فرمودین. ولی من امروز تو این برنامه بیشتر راجع به ایران دوستان صحبت کنم، چون نگران آمریکا نباید بود. مردم آمریکا به این کشور میگن کامبک کید، یعنی بچه‌ای که بر میاد همیشه سر جای اولشو و پیشرفت میکنه. چون شما پشت یه دلاری نگاه کنید، یه هرمه که تو اون یه قبار و ابری وجود داره و اون ابر در وست چیستره و تمرکزش بیشتر، یعنی هنوز قلب آمریکا هنوز ادامه داره میده به کاوش و همچنین ساختن این کشور، چون آمریکا هنوز خیلی جاهاش هست که به اون صورت درست نشده، کشوری در حال پیشرفت و رشد هست. برای همین من یه تاریخ 250 ساله رو با یه تاریخ 2500 ساله که 10 برابر اون تاریخ اینجا هست، من نگران آمریکا نیستم، چون بانک مرکزی آمریکا قدرت این رو داده هر زمان که صحیح بدونه و چون وابستن به دولت به اون صورت نیست، میتونه تصمیم بگیره که اون روان بودن دلار رو به بازار کم و زیاد کنه از طریق بانک مرکزی و بالای پایان بودن بهره ها. برای همین اینجا به این صورت نخواهد بود که شما ببینید در راه مثلا به آریزونا 110 درجه مردم تو آشغال خوابیده باشن. به نظر من اینجا همچین اتفاقاتی نمیفته، مثل اینکه الان داره اتفاق میفته. مردم ایران داره میدن کربلا، من یادم شما این ویدیوها رو دیدین یا نه؟ بله. واقعا آقای طالبی اشاره کردید، دست گذاشتید روی یک مطلبی که واقعا آدم نمیدونه باید بخنده گریه کنه تو سر خودش بزنه که این جماعت، یعنی تعداد کم نیست، حالا اینها شاید به خاطر وعده های دروغینی که بهشون داده شده یا به خاطر اعتقاداتی که هنوز در بعضی از افراد هست، بخوان این خطر رو به خودشون و حتی بچه های نوزاد. ما شاهد این بودیم که بعضی از زنانی که راه افتادن به طرف کربلا برای اربعین، خردسالان و نوزادانی رو دارن همراه خودشون میبرن و دچار گرما شدن، گرمای شدید بدون دسترسی به آب و وسایل بهداشتی که وعده هایی رو که جمهوری اسلامی داده همه و همه دروغ از آب در آمده. و ای کاش آقای شهرتی میتونست یه تیکه هایی رو ضمن صحبت من و آقای طالبی نشون بده از این وضعیت وحشتناکی که عده‌ای باش روبرو شدن و دولت عراق هم که میدونید بسته مرزش رو و راه نمیده دیگه اینا رو. اینا تمام و با توجه به مسائلی که در خود عراق مطرحه و آشوبی که اونجا، اختلافاتی که بین گروه های مختلف شیعه اونجا در جریان هست. بله دقیقا، من یه چند تا کلپ دیدم که چند تا تیکه از فیلم ها رو دیدم که توی این بولدوزرهایی که خاک برداری میکنن بچه ها رو گذاشته بودن، حالا بیشترشون 80% بچه بودن، چند تا هم بزرگسال بودن، ولی اینا مثل این که بولدوزر خاک میبره تو اونجا گذاشته بودن. وضعیتی که دارن میرن اونجا و وضعیتی که مردم عراق هم جلو اینا آبو بریزن زمین ولی به اینا آب خوردن نمیدن و این خصومتی که بین
ایران و عراق وجود اومد بعد از اون جنگی که جنگ خانمانسوز 8 ساله زمان صدام حسین، ما الان میبینیم که دوباره این تشنج داره به وجود میاد که اصلا ناراحتن، یعنی بیشتر عراقی ها از جمهوری اسلامی ناراحتن با رفتن مقتدی صدر که گفتش که ما دیگه این سیستم یه طوری خودشون جدا کرد از این خامنه‌ای و رهبر اون بیت رهبری و خودش داره کم کم جدا میکنه. ولی موضوع اینه که به نظر من مردم ایران باید بدونن اون ویدیویی که من گفتم فقط 2 دقیقه و 36 ثانیه بود و تو اون 2 دقیقه و 36 ثانیه متوجه میشین، چون ببین فکر کنید زمان رو سریع کنید ببینید چه اتفاقی افتاده، ببینید که یه چیز بسیار واضحی هست و اونم از زمان پتر کبیر شروع شد، جنگ های روس و ایران، بشمان روس و ایران، جنگ های روس و ایران 1651 از زمان صفویه تا 1828 فوریه 21-1828 بود که ایران، ایلوان و نهجوان و بقیه تالش که در اون گلستان بود در این ترکمنچای به طور خلاصه از دست داد. و این داره البته اگه تا امروز هم بیاین این ویدیو ادامه دید که ما خودمون داریم این درست میکنیم به یه ترتیب دیگه که شما بتونیم بذاریم توی برنامه‌تون که نشون میده که همینطوری این پایین اومدن تا رسید جایی که تقریباً 11-12% دریای خزر مال ایران هستش و اون از زمانی شروع شد که پتروکبیر که وارد اولین شخصی بودش که روسیه که ما میگیم شروع کرد روسیه رو حتی لباسه وسترن غربی بپوشن، رفت لندن، رفت امستردام، تو آلمان رفت، تو این مسافرت هایی که کرد بعد قدر اینو فهمید که چقدر خوبه که بیاد تو ایران خلیج فارس و اون تا اونجا برسه. و یک کتابی هم هست Arc of Instability یا این منحنی نامطمئن که یه منحنیه که از روسیه سریع‌ترین راه به آب‌های گرم خلیج فارس هست که برسن و اون آرزوی نه تن از زمان پتر کبیر شروع شده و هنوز هم هست. اگه شما فکر میکنید که اینا مثلا پوتین به این فکر نمی کنه یه زمانی برسه به آبهای خلیج فارس یا حتی کاترین بکنم یعنی کبیر اون خانمی بودش که و خود پیتر دی گریت همون لارال گریتش رو کاری ندارم که شهر سن پیترزبورگ رو یکی از اولین شهرهای تو روسیه درست کردن که بعد این زیربنای استخوان‌بندی سیاست خارجی روسیه راجب به ایران اینه که تا اونجا برسه. جنگ های ایران 1651 تا 1828 شروع شد و 9 تا جنگ هستش که جنگ های بوده که عظیمتر بودن و آخرینش هم 1826 تا 1828 بود که 2 سال ایرانیان جنگیدن و هزاران نفر کشته شدن به خاطر اینکه در اون زمان قاجار بودن، حریف اینا نمی شدن و به جز اون فرانسه و حتی ناپولون میگن بکس زمین میگن از پشت خنجر زدن یه چیزی هست روزی به بکس از پشت خنجر زدن ناپولون که با ایران یه تریتی درست کرده بود و دوباره رفت با روسیه دوست شد و برجن انگلیس و فرانسه و روسیه خیلی دخالت داشتن در کار ایران. ولی در حال حاضر اگه نگاه کنی فقط روسیه است داره همینطوری پیشروی میکنه و دوست داره به طرف پایین بیاد. حالا یه فاکتور دیگه هم هست، چین، که چین که بزرگترین سوء استفاده از ایران میکنه به خاطر اینکه نفتی که در 25 سال یک کسی یه مقاله جالب بود و 25 سال 3D که 2500 سال تاریخ ایران میتونه از بین ببره. این جریان چین که 400 میلیارد دلار قرار تو ایران سرمایه گذاری کنه، البته چین هر وقت چی گفته اون عدد رو نذاشته، اون عددی که میگه من مثلا اینقدر میلیارد بهتون قرض میدم یا اینقدر میلیارد سرمایه گذاری میکنم نمیکنه. و دیپ دیسکاونت اول یعنی نفتی که میگیره اون دیسکاونت تخفیفی که میگیره بیشتر 50% قیمت نفت خود نفته و برای اون تخفیفی که داره میگیره
ماشین به ایران مثلا میده، 68,000 ماشین به ایران صادر شد از طرف چین، یعنی وارد ایران شد و از چین صادر شد به ایران. و این ماشین ها به نام خودرو همینطوری که ایرانی ها میگن یا استفاده میکنن، 1,400,000,000 تومان در ایران. حالا باید روی کار هم بکنید که اونا میتونید هم لحظه بهتون بدن به وزارتش فعالیت کنید. همون ماشین در پاکستان 430,000,000 و در عراق 350,000,000 ارزش تومان من دارم. بنابراین شما فکر کنید که 1,000,000,000 تومان تقریبا برای هر ماشین گرون فروشی میشه، یا اونایی که تو اونجا هستن کار هستن چه میدونید که الان ایران به اون صورت نیشنلس گورنمنتی به اون صورت، دولتی به اون صورت نیست. شما اگه فکر کنید 85,000 نفر اینا مهمترین هاش آدمایی که ضد ایران هستن و همون به صفتی از سپاه، من همه رو نمیگم، واسه سپاه بسیج تمام اینا رو بذارین، بگیم اگه 85,000 نفر باشن میشه 1,000 جمعیت ایران. مثلا اگه شما فکر کنید اگه 1,000 نفر توش 1 نفر لباس سیاه میشه بقیه سفید، اون اصلا متوجه نمیشین، چون 1,000 خیلی عدد کمیه و ملت ایران با انقلاب اینا رو نمیگم، یک قیام اپرایزینگ یعنی بلند شد و یک حرکتی بکنن. به نظر من این حکومت که حکومت مردم ایران نیست، از دست اینا خارج خواهد شد، به دست مردم ایران خواهد افتاد. من دوست ندارم بگم قبلا چی بود، شاید خوب بود، الان شاید بد شده. چون هم رانندگی میکنه که نمیتونه آینه نگاه کنه که همش پشت سرش نشون میده، جلوشو نمیبینه کجا داره میره. به نظر من ایران باید مثل رانندگی پرفوریال همین برای نگاه کنه در احترام بشه و جلو بره، و این جلو رفتن ایران به توش آلمان و ژاپن در عرض 15 تا 17 سال یه کشور شدن، یه حکومت شدن، مردم با هم متحد شدن و ژاپن و آلمانی که شما الان میبینین در جد بمب اتم تو ژاپن افتاد. آقای طالبی ببخشید، من میخوام در تایید صحبت‌های شما یک مطالبی رو اضافه بکنم. بفهم. قراردادی رو که چین با ایران بسته، قرارداد 25 ساله، مقامات جمهوری اسلامی گفتن چون چین موافق نیست که ما جزئیات این قرارداد رو پخش بکنیم، اعلام بکنیم، ما نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما اختیارمون دست چینه. از اون ور در مورد جنگ هایی که گفتید تحمیل شد به ایران، یکی از آخرین جنگ هایی رو که ایران با روسیه کرد به تحریک یک آخوند بود. اون آخوند تهدید کرد و مردم رو تشویق کرد که باید برید این روسیه کافر رو شکست بدید و به خاک سیاه بنشونید، و نتیجهش همین قرارداد گلستان بود و ترکمانچای. اینها تمام یعنی مسئله دخالت آخوند و مذهب در سیاست ایران از زمان صفویه و بعد زمان قاجاریه و این گروه به اصطلاح کسانی که روی به قدرت رسیدن در ایران، اینها بزرگترین لطمه ها رو به کشور ما زدن و این قصه ادامه داره. یعنی الان در مورد روسیه شما توجه بفرمایید که یکی از بزرگترین منابع گاز دنیا در چالوس پیدا شده و روسیه اجازه نمیده که ایران از این فرصت طلایی که واسه مردم ما وجود داره استفاده بکنه و گازش رو بفروشه. البته از یه طرف هم شاید اینطوری بهتر باشه، به خاطر اینکه هر چی پول به دست جمهوری اسلامی برسه میره به دست گروه های اخلالگر و خرابکار و تروریست، و این واقعا ببینید مملکت رو به چه روزی نشوندن اینا.
ما 2-3 دقیقه وقت داریم تا رسیدن به پیام های بازرگانی. اگر مختصر اشاره بکنید به آنچه، یعنی نمیدونم صحبت هایی که من کردم تایید میکنید یا اینکه اضافاتی داره که شما کامل بفرمایید. چیزی که شما میگید یک تاریخ، شما چیزی که دارین میگین ما قبل تاریخ نیست، تاریخ معاصر ایران و تاریخ 40 ساله ایران دارین میفرمایید. خیلی ها اینو میدونن، چیزی که شما میفرمایید خیلی مهم هست. ولی من به نظر من اینی که شما مثلا میگن کوه یخ و توقیانوس ببینید، فا آیسبرگ، فا اون سرش ببینید، یه کوه عظیمی اون زیر هست. و به نظر من با آینده ایران باید بیشتر فکر کرد و به این که بعد از این با خامنه ای که به نظر من بعد از اون دیگه اون استحکام از بین خواهد رفت و مردم ایران نمیان بگن دو امام سوم و چهارم و دوباره از اول 12 تا امام انتخاب کنن، متوجه شدن. به نظر من اگر مردمی که تو ایران هستن و خارج از ایران هستن باید برای این تصمیم گیری کنن. حالا چی؟ چه چیزی بعد از این اتفاق میفته؟ بعد از اینکه شما برنامه الان گفتین که چند تا آگاهی باید گوش بدیم، بعدش من چند تا اطلاعات میدم، شاید بتونه یه مقدار کمی کمک. خیلی متشکرم. و آقای طالبی، آقای دکتر منصور فرهنگ و گروهی از فرهیختگان ما یک فراخوان دادن که اگر ما ایرانیانی که در خارج از کشور هستیم و آزادی داریم بتونیم حرف بزنیم، تظاهرات را بیندازیم، اگر در زمان ورود آقای رئیسی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل هر جای دنیا که هستن ایرانیا بدون مسائل مسلکی، بدون گرایش های شخصی که دارن، برای اولین بار بیان برای حقوق بشر، برای شناسوندن این جانیان و این خوناشامان اقدام بکنن و تظاهرات گسترده ای رو راه بندازن در نیویورک، در واشنگتن، در اروپا و هر جایی که هستن که بتونه انعکاس پیدا بکنه در رسانه های بزرگ بین المللی که متاسفانه در طول این مدت سکوت کردن و هیچ انعکاسی نمیدن به مظالمی که به مردم ما وارد میشه در ایران، که در این مورد هم بعد از آگهی ها با شما صحبت خواهیم کرد. بینندگان گرامی با ما باشید، برمیگردیم و با آقای انجلو طالبی که من سپاسگزار محبتشون هستم برای اسپانسر شدن این برنامه، همچنین برمیگردیم و صحبتمون رو شروع میکنیم. باز یک وکیل، یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا، به عنوان صد وکیل برتر منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. هالووین امسال با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناری ساحل، صبحانه، نهار و شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی و تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 29 اکتبر با قیمت استثنایی 1890 دلار. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید.
شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. مژده به فارسی زبانان ساکن استرالیا، نیوزلند، مالزی، اندونزی و دیگر کشورهای حوزه اقیانوسیه. جیل ویز با نصب سیستم‌های تقویت شده خود در سیدنی استرالیا از این پس با کیفیت و سرعتی بی‌نظیر در خدمت شماست. برای خوش آمدگویی به همزبانان عزیزمان در این کشورها، اپلیکیشن جیل ویز تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز جیل ویز را نصب کرده. صدها کانال تلویزیونی و هزاران ساعت فیلم و سریال را با کیفیت HD تماشا کنید. جیل ویز، همیشه و همه جا. اگر تلفن و یا تبلت هوشمند سامسونگ، LG، گوگل پیکسل، وان پلاس، شیائومی و یا دیگر مدل های اندروید را دارید، برای دسترسی به سرویس های جیل ویز همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلفن و یا تبلت خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و به صورت رایگان در اختیار شماست. نگاهی جدید به مدیای فارسی. با نصب اپلیکیشن نگاه بر روی تلویزیون های اندروید و یا گوگل تیوی خود می توانید به تمامی سرویس های جیل ویز دسترسی داشته باشید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس های جیل ویز از جمله فیلم و سریال ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست. همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپ استور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. برای فروش تبلیغات در جیل ویز، شارژ اشتراک جیل ویز، شارژ اپلیکیشن تلفنی جیل تاک، سرویس های چاپ دیجیتال و دیجیتال ساینج با شرکت گولداین همکاری کنید. این موقعیت فوق‌العاده را از دست ندهید و همین حالا با ما تماس بگیرید. هم‌اکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 23. خب بینندگان گرامی، به برنامه خبرها و نظرها مجدداً خوش آمدید. مهمان ارجمند برنامه با ما هستند آقای انجلو طالبی. ما داشتیم راجع به مصیبت هایی که به سر مملکتمون وارد شده توسط کشورهای خارجی و به خصوص این خرس شمالی که همسایه بد، همسایه نامطلوب و مضر، و این مسائلی بود که آقای طالبی اون اشاره‌ای کردن که چند هزار اتومبیل رو چین به بازار ایران ریخته و معلوم نیست که بخور بخوری که اونجا شده پولش به کجا رفته و چه کسانی این پولا رو به جیب زدن و جیب مردم ایران رو خالی کردن. آقای طالبی، ما برای شنیدن بقیه مطالب و آمار و ارقامی که شما عدد خیلی دقت میکنید درش هست که به طور صدای بنده رو میشنوید؟ نه؟ بله بله، صدای بنده رو میشنوید؟ بله. من عدد دقیق گفتم 68,000 خودرو بود که به طور متوسط 1 میلیارد تومان گرونتر از اون عددی هست که در کشورهای جوار ایران به پاکستان یا عراق فروخته میشه. در وعده گفتم حالا من شما فرمودین تا به حال بلایی که سر ایران اومده، حالا باید بگیم که از الان به بعد باید چیکار کرد،
چون برای این بچه های نسل های جدیدی که میان، مثلا به این فکر کنید تو جمعیت شناسی تو آمریکا 0 تا 5، 5 تا 15، 15 تا 25 هم که دایره است، میزنه که آخری میشه 95 تا 105 گروه جمعیتی که بهش میگن سنتریان، یعنی 100 سالگان، و حتی سوپر سنتریان دارن روش کار میکنن، 105 تا 115 میدونم. خیلی عجیبی که انسان فکر کنه که انسان بالای 100 سال تعدادش بیشتر بشه. و ایران کشوری هستش که بسیار جوانه و این جوانها مثلا یه پسری که 10 سالشه، دختر 10 سالشه، در مهم نیزم پسر دختر، اینا وقتی 30 سالشون بشه چه ایرانی جلوشونه؟ چه تصوری در مغز در فکر افراد هست که در خارج از ایران هستن، داخل ایران هستن؟ چون میگن visualize and materialize، یعنی تصور کن و به وجود بیار. این چه تصوری هست برای ایران که 10 سال از الان چه خواهد بود؟ چیزی که تو مدیریت میگن مدیریت هدفی، MBO، management of objectives، چه مدیریتی داریم، برای چه هدفی داریم میرسیم، و یا آیا اکوسیستم برای ایران کار میکنه که ایران اصلا لغت بازار و اون سیستمی که در دنیا معروف الان از خود ایران آغاز شد. و یا کنی قبل از اینکه بریم جلو بگیم چقدر جیبمونه، مسافر مسافرت داریم میریم با هم دیگه، ببینیم چقدر پول از چه کارهایی میتونیم بریم، چه جایی میتونیم ببینیم، یا بعد میریم اتاقی میگیریم که در خور بودجتون هست، یا این کار رو میکنید که یک سفر خوشایند موفق و همه بچه هم خوشش رو، بچه هایی که کسی با بچه هاش رو داره میبره که برمیگردن همیشه همه خوشحال باشن. همین به این فکر کنید، از همین نقطه امروز الان ایران به بعد اگه فکر کنیم، چند تا آمار بهتون میدم و این آمارم اگه خواستید براتون میتونم بفرستم. ایران در حال حاضر 208 میلیارد، میخواییم دقیقه بگم، 208 میلیارد و 600 میلیون بشک نفت داره. حالا من نمیگم 100 دلار، اگه 50 دلار هم حساب کنید تقریباً 100 تریلیون دلاره. آقای طالبی، اشارتون به نفتای سرگردانی هست که توی نفتکش‌ها و بنادر همینطوری مونده، یا اینکه ظرفیت proven reserve، proven reserve یعنی ذخایر ثابت شده، یعنی مطمئنن این ذخیره اینجا هستش. من تمام ذخایر نفت ایران رو دارم میگم. بله، به طور کل 208 میلیارد بشکه نفت، خیلی 208 میلیارد بشکه نفت بسیار عدد بزرگیه. یعنی شما اینو ضرب در 50 دلار هم بکنید تریلیون ها دلاره. ولی اون اولش نیست، اولش نیست که ایران داره که واقعا لازم دارن. و نه تو عربستان سعودی، چه عربستان سعودی نفتش خوبه، یزش سخته، روسیه یزش سخته، نفتش گستش آسونه، نفتش سخته. تو ایران هر دوش هست، این هر دو آسانه، یعنی شما بیا اونجا گست دارن اون پایین نفت دارن، ایران هر دوش رو داره و اون هر دو داشتن و توجه به این که خلیج فارس هم تنگه هرمز 150 سال تحت حکمرانی داچ بود، هلندیا بود، 150 سال خیلی زمان زیادی بوده هرمزگان، و اون که فقط 4 لینه، فقط 4 تا خط ترکنونش 1 کیلومتر، اون از 12 کیلومتر قابل کشتیرانیه، 2 تا لاین این بر میره، 2 تا لاین این بر میاد، ولی 90% تجارت دنیا بر اساس وزن از اونجا رد میشه، بر اساس وزن دارم میگم. پس به جز اینکه منابع بسیار گرانبهای طبیعی داره و همچنین یک شاهراهی داره که گریبان هر حلقوم واقعا کره زمینه، اهمیتش اینقدر هست، و با این نظر گرفتن که روسیه با تنها فکری که میکنه این بسی که یه کسی از یه خونه همسایه رو میخواد بخره، هر طوری شده مثلا آپارتمان درست کنه، یه برج درست کنه، برخی رو تصویری میاد میگه این کاری کنه که این از این بگیره، از اون بگیره. و اون قسمت گم شده ای که در اون معمای روسیه هست که درست نشده، چونتون باشه
تبلیس چه تبریز تبلیس مدامون جورجا برگا یا همون نخشبان ارمنستان داغستان همون قسمت زیادی داغستان حتی در یک زمانی خیلی در اوایل 1800 اومدن حتی خیلی قسمت دریای خزر رو گرفتن چون ایران از دریای خزر تا خلیج پارس فقط ثروته یه خودتون میدونید یه چقدر ثروت در ایران هست حالا با این ثروت که هستش حالا گذشته چی که اون کاری راجبش نمیشه کرد ولی برای برنامه‌ریزی آینده مطمئنم باید یه انسجامی به وجود بیاد که مردم ایران امیدوار باشن که یک برنامه ای هست و خودشون قابل در حال حاضر نمیتونن برنامه‌ریزی بکنن چون شما آزادی مطبوعات ندارید آزادی بیان ندارید آزادی ندارید که یک مخالفت بکنید حتی آخوندهی که تو اونجا هستن همه هیچ کدوم مخالفت نمیتونن بکنن یا ایتولا بود یا ایتولا از برقعی بود همون اول برنامه زدم اونو گفتم کشتنش گفتم برو پیکارت اینا یک چیزی دارن به وجود میارن که کمونیست و خمینیست این دوتا چیزی که به تضاد هم دیگر کمونیستی که به خدا اعتقاد ندارن این خمینی که همش میگن الله اکبر میگن و اینا میگن این دو قطب که اصلا یه طوره برخلاف هم دیگه هستن از نظر ایدئولوژی دینی یا هر ایدئولوژی دیگه با هم مخالفن چجوری با هم تبانی کردن که مردم ایران رو از بین ببرن طبعا 20 سال پیش بود من PersianGenocide.com رو گرفته بودم چون جنوساید یعنی یه نسل ایرانی رو دارن از بین میبرن این حالا در جنگ جهانی دوم با یهودیان نازنین که با بیگناه بودن کاری نکرد بودن چجوری رفتار کرد اینا دارن با هر قشری میکنن با بهایی با خود مسلمون خود شیعه هم میکشن اینا هیچ چیزی نیست که پایمال نکنن که روسیه بتونه برسه و چین هم بتونه از این بر بیاد و پای انگلستان و آمریکا رو به طور کل دوستان قطع کنن کار قدم غربی ها رو اونجا ولی مردم ایران هم که باید نشون بدن که چون مردم ایران بلندشن نه روسیه میتونه بزنه نه آمریکا هیچ کسی نمیتونه با اونها در بیفته به خاطر اینکه همچین قدرتی دارن به خاطر روی همچین منابعی نشستن شما وقتی میرین توی هتل تو دبی مثلا یه زن و شوهری از استرالیا اومدن یا یه آقای اومده دوستاش اومدن میرن تو دوش میگیرن 25 دقیقه تو دوش چیز میکنن که شب برن بیرون باورش نمیشه که 100 کیلومتر اونورتر اون آب ندارن بخورن ببینید فرقش در 100 کیلومتر چقدره به نظر شما برای اونها مهمه اصلا مهم نیست اگه این دنیا ایران براش به اون صورت مردم ایران مهم بودن یه خانم مثلا انگلا مرکل بلند میشد میگفت آره بابا با دختر ایرانی این کارو نکنی خودش خانمه که دخترش هم سنای اوناست یا کسایی که فرنچ انتلکتوال بورژواز که انقدر خودشونو مرسی رو برای ما آوردن لغت فارسی که به جای سپاس بگیم یا همون مجد همچین فرهنگی کی اومد راجع به ایران دفاع کنن و صحبت کنن بگم و مردم ایران این کار نکنید اگه من مثلا یک کار انجام بدن تو این چند سال انجام میدادن مردم ایران نباید داشته باشد یه نیروی بیاد اونجا همه رو درست کنه و بیاد به خود ایرانی ها درست کرده شو بده خودشون باید بلندشن و هاروارد یونیورسیتی استادی کرد من یه بار نشون دادم بیش از 300 صفحه که خرج خرافات در برجا یعنی نشون میده از زمان صفوی از زمان استنلی برادرز تا به حال چقدر ایرانی ها اتری رو خرافات که بهشون تزریق میشه کارهای عجیب و غریب میکنن مثل همین راه رفتن توی صحرا و کبیر برن یه جایی که در اون زمکانی که میگه حالا کربلا من دینشون به هر کسی از دینی داره برای خودش من احترام میذارم ولی هیچی پیدا نکردن که بگم مثلا یه نیزه پیدا کردیم چطورجه وقتی جنگ چی میشه یک آثاری میمونه که برای چیزی که اصلا ربطی به ایران هم نداره راهی بشن و ملعبه دست بشن برای کارنوالی که اینا درست کردن کارنوال مرگی که درست کردن شما بریدیل ببین کارنوال میزن همه میرن و میرخصن تو خیابون اینجا کارنوالی گذاشت که مردم ایران تو آشغال بخوابن
و شما یه نکته رو گفتین، هیچ کشوری تو دنیا نیست که ندونه که جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی آدمکشی، آدم ربایی، باشتاق مواد مخدر. شما زیتار یا اسکوبار، اینایی که قبلا بودن که کارتل های دراگ بودن، نارکو میگن، نارکو تروریزم، نارکو تروریزم یعنی به وجود آوردن وحشت از طریق انتقال مواد مخدر. شما اینا الان قاچاقایی که از طریق استفاده کشتی های پنما پرچمونو میزدن و وارد میشدن از ونزوئلا، چقدر مواد مخدر به آلمان و امستردام هلند میبرن و چه توضیح دارن میکنن، چقدر هروئین و اینا از طرف افغانستان میارن و طریق ارمنستان به اروپا و قسمت دیگه اروپا میبرن. شو به خاطر اینکه برق ارمنستان تولید 65 درصدش رو ایران تولید میکرد، ولی اونا هم بیدار شدن، جوانان دنیا اون دور متوجه شدن فقط یک دشمنه و در کره زمین فقط یک پستیساید، یک آفته که اون جمهوری اسلامیه. ولی راجع به اون تجزیه و تحلیل کردن چیزی نیست که تجزیه و تحلیل کنید. شما بهش میگن انتروپی تو بیزی، قوانه هرج و مرج. هرج و مرج قابل تجزیه و تحلیل نیست، چون شما به یک فرمولای نخواهید رسید که اینو نشوندنده مثل یه آدم سیزوفرنی شما بیان بگین که تجزیه و تحلیلش کنیم. خب داره هزیون میگه، چرخ فرد داره میگه. اینا هم به اون حد رسیدن. فقط خیزش مردم ایران با توجه به اینکه بچه‌هاشون نیاز کنن، دوستان بچه‌هاشون مثل خودشون بشن، یعنی واقعا دوستان اونم همچین بدبختی و زجری بکشن به خاطر اینکه یه زمانی احتمال داره جایی هست برن که اونجا بهش مثلا بهشون و چی بدن. مثلا نماد این مقدار اختلافات از ایران بره و اولین لغتی که پیدا کردن غیب بود، غیب، یعنی اون لغتی که گمبدن توی فرهنگ آخوندا گذاشتن، این لغت غیب، ماورا و این چیزا بود که نشون میده که ریشه ای که از اول گذاشتن. من به عنوان یه شخصی که نورولوژی برین و نورو اکنامیکس رو خونده بهتون میگم، همهمه مالی در مغز مردم ایران بسیاره. کجای دنیا دلار اینطوری دارن دنبال میکنن؟ اینا گفتن مرگ به آمریکا، باید شد زنده با دلار. اینا یک نوع اعتیاد به دلار دارن. امیدوارم یک زمان باشه که ریال و پول ایران و ایران مساوی با یه دلار بشه. میدونم خیلی باور نکردین الان بگه چجوری میشم چه اتفاقی میفته، ولی به نظرم میتونم چه اتفاقی میفته با کاربرد صحیح منابع طبیعی ایران و اشخاصی که میرن برای ایران کمک کنن دانش داشته باشن. و یه شخص نمیتونه باشه، یک نفر دیگه نیست که بتونه کشور رهبری کنه. اکوسیستم جانب اجازی از سیلیکون ولی شروع شد، چیزی که به نام اکوسیستم ما میتونیم که مثلا اشخاصی که راجع به تکنولوژی من میان با هم دیگه جمع بشن، بعد که اشخاصی که راجع به مس میدونن، مثلا توی فینکس در اریزونا که کمپانی توی ما وجود داره، اون قسمتی هست که برای مس و فلزاته، یه قسمت رو تگزاس برای نفته. یعنی اکوسیستم یعنی اون تخصص تمرکزش در قسمت‌های مختلف ایران، که مثلا شما میگن که در شهر اکس زندگی می‌کنید، می‌دونن اون شهر یک نوع کارش صنعتش صنعت به خصوصیه و این اکوسیستم مثل دایره، اگه فکر کنید این دوایر به هم دیگه می‌چسبن و این سخت نیست. این می‌تونه به نظر من 5 تا 7 سال طول بکشه، میدم باور کردنیه، ولی همچین صنعتی تو دنیا هست که تو طبعاً به طور متوسط 7 ساله اینفراستراکچر ایران رو درست کنه که بتونه ارتباطات خوب باشه، وایفای خوب باشه و همچنین شهرسازی جدید که از زیربنا فایبر آپتیکس بذارین، مس بذارین برای کابلا، که ایران ششم تو دنیاست تو مس. آخه ایران در هر قسمتی بگید تاپ 10 هست تو دنیا، مس، نکل، تمام اینا قلع منظورم بود. به نیا کنین زغال سنگ و بسیار، بجز این که تو امریکا هیچ دانشگاهی نیست، شما ایوی یونیورسیتی مثل پرینستون اینا هاروارد شاید اولش ایرانی نباشن. شما ببین کدوم چند تاشون عربستان سعودی یا نمیخوام بگم بدن یا خوبن، یا ترکیه یا مصر یا پاکستان، ببینید ولی چقدر ایرانی هستن که تو تمام دنیا دارن میرخشن،
منابع طبیعی ایران، دوم منابع انسانی ایرانی که ایران ایران میکنه، که تاریخ 10000 ساله ایران که یه چهار جلد کتاب است نشون میده. ما یه دقیقه وقت دادیم، من اگه زیاد صحبت کنم. آقای طالبی، من میخواستم مجدداً بگم که هموطنانمون به هنگام آمدن رئیسی یا هر نماینده ای از ایران بیان یک بار هم که شده این تظاهرات رو راه بیندازن. ما میتونیم کمک بکنیم به مردم در داخل ایران، این تنها کاری است که میتونیم بکنیم. و بعد در مورد آنچه که آقای طالبی گفتن، الان ما شاهد این، اگر وضع ایران خوب بشه، یعنی این رژیم سقوط کنه، تریلیون دلار سرمایه هایی رو که ایرانی ها دارن در خارج از کشور اداره میکنن میتونه بره و برای آبادی و آزادی ایران مصرف بشه. درود بر شما. بله. خب ما فرصتمون در اینجا به پایان میرسه، گفتنی زیاده. امیدوارم در آینده نزدیک مجدداً بتونیم با آقای طالبی باشیم و این بار بتونیم آمار و ارقام دیگری رو از آنچه که باعث بدبختی مردم ما داره میشه هر روز. این اعداد معنی داره، این اعداد حرف میزنن هر کدومشون، با هموطنانمون در میون بگذاریم و روشن بکنیم مردم رو به واقعیات. خرافات رو جمله‌ای که من میگم، اگه یک نفر ایرانی کشته بشه به دست اینا، حالا خودکشی کنه بکشنش، زیاده. شاید عدد مهمه، 100 نفر آدم اگه 3 نفر بشن، یک چهارم قدرتشون از بین رفت. یک ایرانی نباید به دست اینا دیگه کشته بشه. به امید اون رو ایران باید این کار رو کرد، مادر تمام ما. بینندگان گرامی، تا پنجشنبه آینده که در خدمتتون خواهم بود و احتمال زیاد داره که با هادی خورسندی عزیز باشم، از شما تشکر میکنم که فرصت دادید در خدمتتون باشیم. از آقای طالبی تشکر میکنم و در آخر از امیر شهرتی، کارگردان فنی برنامه. روز و روزگار به شما خوش.